استفاده همزمان از توابع ماکسیموم، سام و کانت جهت میانگین گیری. همونطور که در این کاربرگ ملاحظه میکنید، میخواییم میانگین گیری رو انجام بدیم با حذف بیشترین هزینه کرد. برای مشخص کردن بیشترین هزینه کرد باید از تابع ماکسیموم استفاده کنیم، ولی برای میانگین گیری دیگه نمیتونیم اینجا از تابع اوریج استفاده کنیم، باید به صورت همزمان از توابع ماکسیموم، کانت و تابع سام استفاده کنیم. با توجه به اینکه برای میانگین گیری اینجا تمام داده های ما عددی هستند و نامبر هستند، از تابع کانت استفاده میکنیم. در سلول آی 4 اینجا کلیک میکنیم، زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، اینجا براکت باز میکنیم، حروف S, U, M معرف تابع سام، یک براکت باز میکنیم، آرگومان های تابع سام نامبر هستن، این بازه رو بدین گونه انتخاب میکنیم، براکت رو میبندیم. میخواییم در این میانگین گیری بیشترین هزینه کرد رو حذف کنیم، پس زمانی که اومدیم جمع رو با تابع سام رفتیم میگیم منفی عملگر تفریق، ماکسیموم رو اینجا تایپ میکنیم، یه براکت و بازه رو بدین گونه انتخاب میکنیم، چون میخواییم ماکسیموم رو از بین این داده ها در این محدوده انتخاب کنیم، اینجا براکت رو میبندیم، یه بار دیگه اینجا کل براکت رو میبندیم. تا اینجا اومدیم محدوده رو با حذف بیشترین مقدار انتخاب کردیم. تقسیم بره، چون برای میانگین گیری اگر بخوایم عملیات میانگین گیری رو انجام بدیم باید بگیم اینجا 9 تا عدد در این محدوده وجود داره. به عنوان مثال میایم ماکسیموم که اگر این باشه این رو خط میزنیم و تقسیم بر تعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. برای اینکه اینجا در مخرج این کسر بیایم تعداد رو مشخص کنیم از تابع کاونت استفاده میکنیم، C O U N، و اینجا از تابع کاونت. چرا تابع کاونت خالی استفاده میکنیم؟ به این دلیل که اینجا داده های عددی هستن و تابع کاونت اونها رو میشموره. میایم اینجا باز این بازه رو انتخاب میکنیم، براکت رو اینجا میبندیم. نکته ای که اینجا وجود داره، چون میانگین گیری رو میخواییم با حذف بیشترین عدد انجام بدیم، من میام اینجا قبل از تابع کاونت اینجا یک براکت باز میکنم و اینجا بعد از تابع کاونت میگم منفی 1 یا عملگر تفریق عدد 1. چرا عدد 1؟ چون میخواییم اون مقدار ماکسیمومه در شمارش حساب نیاد. میایم اینجا براکت رو میبندیم و کلید کنترل و انتر رو میفشاریم. هزینه که به ما داد میگه میانگین گیری با حذف بیشترین هزینه کرد اینجا عدد 6,255,000 ریاله. میاییم این کار رو به صورت دستی و خیلی سریع انجام میدیم. اینجا عملگر مساوی رو قرار میدیم، تابع سام، یه براکت اینجا باز میکنیم و میاییم اینجا این محدوده رو انتخاب میکنیم، آرگومان اول، ویرگول. حالا با فرض اینکه میدونیم ماکسیموم این 48 میلیون ریاله، این قسمت رو هم انتخاب میکنیم، کلید کنترل انتر و اینجا عرض کالومن آی رو میاییم تغییر میدیم، عدد شد این. حالا برای اینکه بیاییم میانگین گیری رو داشته باشیم میتونیم اینجا عملگر مساوی رو قرار بدیم. حالا من در این سلول میام این کار رو انجام میدم، عملگر مساوی، میگیم این جمع تقسیم بر تعداد. تعدادش چند تاست؟ تعداد کل 9 تاست. اگر این رو از اون حذف کنیم میشه 8 تا. کلید کنترل انتر رو میفشاریم، عددی که دقیقاً به ما داد ببینید با این عدد اینجا با هم مطابقت میکنه و به صورت دستی هم اومدیم این کار رو انجام دادیم. ولی با ترکیب توابع میتونیم با یک سرعت بالا در یک بانک اطلاعاتی این کار رو به نحو احسن انجام بدیم.